گوشای یخ زده شما دوستای قلمی و رسانه‌ای چپه میکنم و از رنج و زحمتی که تا انجمن قلم آمدین و به محفل افتتاح دور سیوم زنبیل غم تشریف لول دادین قطره قطره تشکر میچکانم. برخی نویسندگان طنز که در جریان مراسم آغاز چاپ شماره اول دور سیوم مجله زنبیل غم در کابل سخن میزدند میگویند هنوز هم دموکراسی و آزادی بیان در کشور به گونه واقعی نهاده نشده و برخی موضوعات در رسانه ها سانسور می شود. تا حال هم آزادی بیان به او شکلی که لازم هست در جامعه ما مراد نمیشه و خصوصا در قسمت طنز نویسا چی در رسانه های چاپی و چی در رسانه های هنجره‌ای یا رادیویی بگوییم و یا در تصویری اکثرا طنز نویسا با موانع مختلف روبرو هستند. وقتی کارت به استخوان میرسه طنز نویس فریادش بلندتر میشه، هرچند شاید لحنش یک ذره تندتر و تلختر شوه از تیپ هوراسیش به جوینالی بره، ولی خوشبختانه در اونمو دشوارترین شرایط تنظیمیستای ما قلمت به زمین نگذاشته. آنان همچون حضور زورمندان در برابر دستندرکاران رسانه ها را از دیگر نگرانه های مردم و رسانه ها عنوان کرده از تمام طنز نویسان کشور می خواهند برای دفاع از مردم و واقعیت های عینی جامعه انجمن طنز نویسان را کمک کنند. ما از هر کسی که توانمندی طنز پردازی داره اول خواهش میکنم به عنوان یک ریشسفید امی عرصه ادبی که این مجله را تنها نمانه، یکی. و دوم توصیه ما برای خود غمکشان به اصطلاح ای است که محکم استوار برای خود پیش برن و بالاخره ثابت بکنن که طنز ابتذال هم نیست. ای داخل شد امین نشریه در پیششتم پشتش هم نیست از جنجال چادری. ما گفتم خدای خیر خوب جای خود گیری کرده که نه کلکین هستن پریدن. بسار و مهربانی پالیم ششت گفت تو